کمیته خانواده های اشرفی ها در آمریکا. از رئیس جمهور اوباما می خواهیم شخصاً دخالت کند و به دولت عراق برای آزادی 7 گروگان فراخوان بدهد. خیانت آمریکا به تعهدات خود برای حفاظت از اشرفی ها تنها با چنین اقدامی می تواند جبران شود. کمیته خانواده های اشرفی ها در آمریکا اعلام کرد در جلسه زیر کمیته خاورمیانه و شمال آفریقای کنگره آمریکا که در تاریخ 13 نوامبر 2013 برگزار شد، برت مکگرک، معاون مدیر کل وزارت خارجه، در پاسخ به سوالات مکرر قانونگذاران در خصوص نقض تعهدات دولت آمریکا و عراق در مورد حفاظت اشرفی ها که منجر به قتل 112 اشرفی شده است، تلاش کرد نوری مالکی را از هر گونه نقشی در قتل و اعدام 52 تن در اشرف و ربودن 7 تن دیگر در اول سپتامبر مبرا کند. در گزارش رویتر به نقل از اطلاعیه خانواده های اشرفی ها در ایالات متحده آمده است، مکگرک در میان بهد و حیرت نمایندگان کنگره نقش دولت عراق را در کشتار اول سپتامبر به حداقل کاهش داد. اما واقعیت غیر قابل انکار و انبوهی مدارک و شهادت متخصصان روشن می سازد که بالاترین سطوح دولت عراق از جمله شخص مالکی مستقیماً در برنامه ریزی، اجرا و لاپوشانی این جنایت علیه بشریت دخیل بودند. افسران ارتش آمریکا که در عراق خدمت کرده اند بدون هیچ ابهامی گفتند غیر قابل تصور است که متجاوز از 100 فرد تا دندان مسلح با انبوهی مواد انفجاری بدون تایید بالاترین مقامات عراق قادر به انجام چنین جنایتی باشند. این افسران ارتش آمریکا که نیروهای عراقی را آموزش داده اند تاکید کرده اند که نیروی حمله کننده از تاکتیک ها و تجهیزات آمریکایی استفاده کرده بود. بر اساس اظهارات وزرای اروپایی و مقام سابق و فعلی ملل متحد و شاهدین، 7 گروگان از جمله 6 زن توسط لشکر کثیف مالکی موسوم به لشکر طلایی در بغداد زندانی و تحت بازجویی بودند. در 12 سپتامبر سخنگوی وزارت حقوق بشر عراق کامل امین به رادیوی عراق آزاد گفت نیروهای امنیتی این افراد گروگان‌ها را دستگیر کردند. رویتر در ادامه گزارش خود افزود کمیته خانواده‌های اشرفی‌ها در ایالات متحده تاکید کرد از رئیس جمهور اوباما می‌خواهیم شخصاً دخالت کند و به دولت عراق فراخوان دهد تا گروگان‌ها را بلافاصله آزاد کند و به لیبرتی بازگرداند. تنها به این ترتیب دولت آمریکا می‌تواند خیانت به قول‌ها و تعهدات خود برای حفاظت از اشرفی‌ها و ساکنان لیبرتی را جبران کند.